بینندگان و شنوندگان عزیز به آوای ایران خوش آمدید. در اولین برنامه خبری امروز با موضوعی بسیار مهم در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. خبر اختصاصی نتایج فاجعه بار انتخابات جمهوری اسلامی را شوکه کرده. بدون معطلی به سراغ مشروع این خبر میریم اما قبل از اون حتما این ویدیو رو لایک کنید و نظرات خودتون رو در ارتباط با فعالیت رسانه آوای ایران به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید خبر اختصاصی نتایج فاجعه بار انتخابات جمهوری اسلامی را شوکه کرده در حالی که مقامهای حکومتی هنوز آمار رسمی مشارکت در انتخابات را اعلام نکرده اند خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از مشارکت 41 درصدی مردم در انتخابات 11 اسفند خبر داد پیش از این نیز دیگر رسانه های حکومتی از شرکت بیش از 25 میلیون نفر از واجدان حق رأی در انتخابات خبر داده بودند. رقم اعلام شده بسیار فراتر از روایتی است که شهروندان ایرانی با گرفتن فیلم از حوزه های خالی و خلوت رأیگیری دادند ولی همچنان پایین ترین نرخ اعلام شده از مشارکت مردم در انتخابات از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال 1357 محسوب می شود منابعی اختصاصی در داخل وزارت کشور خبر دادند که میزان مشارکت به حدی شوکه کننده بوده که شورای امنیت ملی شب گذشته در دفتر خامنه ای تشکیل جلسه داد منابع خبری گفتند درصد واقعی مشارکت در کل کشور کمتر از 25 درصد بوده و در استان تهران رقم مشارکت عددی شوکه کننده یعنی 13 درصد بوده که برای جمهوری اسلامی فاجعه بار است در بعضی از شهرها بالای 100 هزار نفر جمعیت نمایندگانی فقط با 5 هزار رأی به مجلس راه یافتند که در تاریخ نظام بی سابقه بوده است روزنامه گاردین چاپ لندن نیز از طریق منابع خود در وزارت کشور ایران رقم واقعی مشارکت در انتخابات دیروز را 27 درصد اعلام کرد. آی خامنه امروز دوازده همه شنبه است یه روز بعد از انتخابات نه یای بگی آقا 38 درصد 45 درصد 60 درصد شدکر کرده بودن که هیچ کدوم ما باور نمی کنیم ما ایرانی ها اصلا حرفت رو باور دیگه نمی کنیم اگه بگی ده درصد شاید قبول بکنیم که اونم اگه واقعا ده درصد مردم شرکت کرده باشن که دیگه باید فاتحه اون حکومت رو بخونیم با سلام یازده اسفند چهارصد دو رعی گیری اینجا بلوار دانش آموز چار رفته تی سبز این هم مسجدش تا کور بشه چشم اصود نتونه ببینه من از صبح گذاشتم نوبتم نمیشه ببین چقدر صفه آخه آخه خیلی شلوغه خیلی دوتان لباس گرم بپوشید وقتی میاد تو تو صف یخ میکنی خیلی سرده میزان شرکت کنندگان در سیرک انتخابات چنان کم بوده که حتی با وجود هشدارهای نهادهای امنیتی مبنی بر عدم انعکاس کم بودن رای دهندگان تعدادی از خبرگزاری های حکومتی به آن اعتراف کردند کانال حکومتی خبر گیلان دیشب در پستی از عدم حضور مردم در گیلان گلایه کرد این خبر بعد از چند ساعت حذف شد محمود صادقی نماینده پیشین تهران در مجلس با زیر سوال بردن میزان مشارکت در انتخابات در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوره قبل که مشارکت 42.5 درصد اعلام شد گفتند علتش کرونا بوده حالا رسیدن به زیر این حد نصاب برایشان یک پیروزی است خبرگزاری های وابسته به حکومت همزمان با پایان زمان رأیگیری از مشارکت حدود چهل درصدی در انتخابات خبر میدهند این در حالی است که تصاویر منتشر شده از سوی شهروندان و خلوتی چشمگیر حوزه های رأیگیری حکایت از آن دارد که میزان واقعی مشارکت در انتخابات روز جمعه به مراتب کمتر از ارقام اعلام شده از سوی مقام ها و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی است. اغلب روزنامه های صبح شنبه ایران در حالی با عناوین درشت از پیروزی حکومت در انتخابات و شکست کسانی که این انتخابات را تحریم کرده بودند گزارش دادهاند که در آنها به جزئیات میزان مشارکت اشاره نشده است. این روزنامه ها همچون گزارش روز جمعه خبرگزاری های حکومتی که از مشارکت 41 درصدی در انتخابات خبر داده بودند با نادیده گرفتن دست کم 60 درصد از واجدان حق رأی که در پای صندوقها حاضر نشدند از حضور پرشور مردم در انتخابات سخن گفتند در این گزارش ها هیچ آماری از آرای باطل نیز داده نشده است این گزارشها تفاوتی آشکار و بزرگ با گزارش های تصویری مردم از شهرهای مختلف دارد که در آنها حوزه های رأیگیری خلوت و خالی هند. نهادهای رسمی مسئول برگزاری انتخابات و نظارت بر آن یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان تا بامداد شنبه هیچ گزارشی از جزئیات میزان مشارکت منتشر نکردند خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده است که بر اساس اخبار غیر رسمی محمد باقر نوبخت، محمد رضا باهنر، علی انابستانی و محمد رضا پور ابراهیمی از راهیابی به مجلس دوازدهم باز ماندند. هنوز وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور هیچ خبر رسمی درباره میزان مشارکت و نیز راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی منتشر نکردند. طبق اعلام خبرگزاری دولت از 61 میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن 25 میلیون نفر پای صندوقهای رأی رفتند. برخی رسانه‌های های ایران تاکید کردند که این کمترین میزان مشارکت مردم ایران در دوازده دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب است. اعتماد آنلاین نوشته که تا قبل از انتخابات 11 همه اسفند پایین ترین نرخ مشارکت مربوط به مجلس 11 هم با 42 نقط هفت درصد بود که ریاست آن با محمد باقر قاریباف است و اینک رکورد کاهش مشارکت باز هم شکسته شده است. این رسانه افسود در سال 1398 که انتخابات مجلس 11 هم برگزار شد میزان مشارکت برای اولین بار به زیر 50 درصد رسید و در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای سال 1400 نیز این مشارکت زیر 50 درصدی ادامه یافت یعنی 48.8 درصد و اکنون در سال 1402 بار دیگر شاهد مشارکت زیر 50 درصدی در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم به نوشته ی اعتماد آنلاین بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان نیز به دلایل واضح رأی باطله به صندوق انداختند هنوز مشخص نیست در انتخابات اخیر چند درصد آرا باطله است ولی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 آرای باطله رتبه دوم جدول ردبندی آرا را به خود اختصاص دادند که در تاریخ انتخابات ایران بی سابقه بود در آن انتخابات بر اساس آمارهای رسمی 12 ممیز 88 درصد آرای ریخته شده به صندوق باطله بودند یکی از منتقدین جمهوری اسلامی در داخل ایران امروز صبح با انتشار متنی شکست حکومت در انتخابات دیروز را تایید کرد و گفت مردم ایران از این نظام عبور کردند و هیچ برگشتی به عقب وجود ندارد در این متن آمده با افتخار اعلام می کنند نزدیک به چهل درصد در انتخابات شرکت کردند و ما با خجالت باید بگوییم یعنی تنها 60 درصد شرکت نکردند با حیاهو میگویند مردم به جمهوری اسلامی و نظام نمره قبولی 8 را دادند و ما باید شرمنده شویم که نمره مردودی دوازده را گرفته در حالی که تصریح کننده ورق جمهوری اسلامی بوده طراح سوال نظام بوده و ناظر انتان هم خودش کمتر کسی آمار چهل درصدی را قبول دارد چون همه میدانند حفظ آبروی نظام از اوجب واجبات است و دروغ گفتن هم نه مستحب که در این زمینه واجب است تا نهادهای مستقل این آمار را تایید نکنند مردم همین آمار را هم قبول نمی کنند و حق دارند کیست که نداند بسیاری رفتند و رأی سفید دادند تا فقط از نان خوردن نیفتند خیلی ها با شرمندگی به من پیام دادند به خاطر آزمون استخدامی رفتم و رأی دادم امیدوارم مردم ببخشندم بنیاد شهید بارها به من پیامک داد به خاطر شهدا برو و بر رأی بده وزارت کشور دقیقه به دقیقه پیامک داد ساعت را تمدید کردیم میدانیم رأی ندادی برو و رأی بده خیابانها را آکنده کردید از تابلوهایی که رأی ندادن یعنی ناامنی یعنی همکاری با دشمن بسیاری گفتند حماقت نکنید یارانیتان قطع می شود حداقل همینجوری بروید تا اسمتان در سیستم بیفتد گفتید امام زمان با رأی دادن شما خوشحال می شود. خدا و پیامبر و دین و بهشت و جهنم و تهدید و تطمیع دنیوی و اخروی را خرج کردید آن وقت با پرروی مدعی هستید نزدیک به چهل درصد با خرج کردن آرای باطلی کمتر از درصد آمدند پای کار و پیروز شدید به قول گزارشگران فوتبال این شکست که چیزی از ارزش های شما هرگز کم نمی کند اما تنها بپذیرید شکست خوردید برای شکست جشن نمی گرند می دلایل شکست را پیدا می کنند بررسی می کنند با آن همه التماس چرا بیشتر از 70 درصد همراهی نکردند بررسی می کنند چطور مردمی که هیچ بلنگویی نداشتند موفق شدند اکثریت را به دست بیاورند وگرنه میتوان جشن گرفت و گفت ما فکر میکردیم کردیم 15 درصد هم نیایند و الان که سی درصد آمدند خودش یک پیروزی است پیروزی در شکست انتخاباتی مبارکتان سخنرانی هایتان را آماده کنید امام حسین هم در اقلیت بود نوح هم پیروانی نداشت امام حسن هم یارانش به او خیانت کردند اصلا امام مهدی هم که بیاید تنها 313 یار واقعی خواهد داشت اما این چیزی از ارزش های آنها کم نمی کند بگویید پیروز شدیم چون بر حقیم لطفا به آمار انتخابات دیگر اشاره نکنید که چیزی جز آبروریزی برای شما ندارد همزمان شاهزاده رضا پهلوی انتخابات جمهوری اسلامی از سال 1358 را غیر واقعی و فریب بزرگ برای مشروعیت بخشی به رژیم نامشروع خواند. او در پیامی نوشت: مردم ایران بعد از 45 سال آزمون و خطا به این آگاهی با ارزش رسیدند که هر آنچه مربوط به سیرک انتخابات رژیم است از نمایشی که برای خبرنگاران و دوربین هایشان تدارک می‌بینند تا نتایجی که اعلام می تماما غیر واقعی و تقلبی است. شاهزاده پهلوی افسود ملت ایران امروز با نیه بزرگ خود به جمهوری اسلامی بار دیگر نشان دادند که جز به سرنگونی خامنه ای و رژیم شکست خوردنش نمی و آینده آزاد و مرفه خود را پس از سقوط جمهوری اسلامی در یک ایران سکولار، یک پارچه و دموکراتیک جستجو می کنند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات و دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی امروز صبح تایید کرد که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در انتخابات 11 اسفند شرکت نکرده است او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پایان زمان رایگیری انتخابات اسفند 1402 اعلام شد و سید محمد خاتمی در این انتخابات رای نداد او قبلا نیز از راهبرد جبهه اصلاحات ایران در این انتخابات حمایت کرده بود این نخستین بار است که محمد خاتمی در انتخابات شرکت نمی کند. در دوره های پیشین او برای شرکت در انتخابات فراخان داده بود. در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوازده همه اسفند 1390 نیز که اولین انتخابات پس از اعتراضات سال 1388 بود، رسانه ها از حضور و رأی پنهانی او در حوزه انتخابیه دماوند خبر دادند. یاران و همراهان عزیز و گرامی به پایان این بسته خبری از کانال آوای ایران رسیدیم. در انتهای این ویدیو یادآوری می کنم که ما به لایک و حمایت های شما نیازمندیم. لطفا پیام خودتون رو به فارسی و انگلیسی در ارتباط با این اخبار زیر همین ویدیو برای ما کامنت کنید. پاینده ایران و بدرود